میرزیویف در ازبکستان صوفیزم را جاری می نماید. خبرنگاران امریکایی رادیو آزادی به منفعت رژیم رحمان کار کرده است. در بیشکک فعالانی که نزد بینایی سفارتخانه روسیه نمایش اعتراضی گذراندند دستگیر شدند. سنه 29 مارت سال جاری میرزیایف به ناحیه گیجدوانی ولایت بخارا تشریف آورد. در رفت تشریف او آرامگاه عبدالخالق گیجدوانی را زیارت نمود. در واخری با امام خطیبان میرزیایف فرمود که برای پهن نمودن طریقت صوفیگی دین اسلام شرایطی فراهم تشکیل کرده شود. در این خصوص آژانس اطلاعاتی جهان خبر داد. از کتاب فهمیدن یک کار است و شخصا اشتراک نموده همه این را با چشم خود دیدن کار دیگر است. جای مذکور را به مرکز معرفت باید تبدیل داد تا اینکه مردم از اینجا علم یاد بگیرند. قید نمود رئیس جمهور. عموماً من شد نقص بندی و غزدوانینه کت من شد بایرم نارنه. یاد راست میکنیم که در رفتی تشریفی سال گذشته نای میرزیویف به منطقه مذکور قید نموده بود که باید کتاب درباره هفت پیران تشکیل کرده میراث علمی آنها را تبلیغ نمود. این چنین ابراز نمود که چنین بایگری روحانی در یگان جا وجود ندارد. باید معلوماتی با آن وابسته را چقور آموخت و به مردم خصوصا به جوانان با زبان دسترس فهمانید. مقصد ما بگذار نسل نورست بداند و با چنین میراث فخر نماید. ابراز نمود میرزیایف. این طور یاد منشه. دیمک با مشاهدان قید میکنند که حکومت ازبکستان در یک جایگی با تحمیل نمودن صوفیزم سیاست خاموش کردن اسلام و دور ساختن آن از حیات مردم را که سابق رئیس جمهور کریموف پیش می برد ادامه داده استاده است. از این رو عیان می گردد که مقصد اساسی آنها در مردم پیدا نمودن فهمیش غلط درباره دین می باشد تا اینکه بیداری دینی را خاموش کرده در مردم آگاهی سیاسی پیدا نگردد. ilmiy jihatlarini, uning tarbiyaviy ahamiyati va shu bilan birgalikda. Ba'zi az xabarnigoron va olimon Tahririyati Radio Ozodiy Tojikro dar siyosati yak tarafagi muttaham mesozand ki bar manfiati hukumati Tojikiston ravona shuda ast. Tibqi bayonoti ijro kunandai vazifai prezidenti Daisy Sindelar از 25 مارت گفته می شود که تایی یک چند ماهی آخر نسبت رادیو آزادی یک چند عیب ها پیشبری کرده شد. در خلاصه عیب نامه گفته شده است که خدمات رادیو آزادی تاجیک موقع سیاست حکومتی را اینچنین در جریان قبول قرارهای تحریریتی حکومت تاجیکستان مداخله نموده است. سیندلر در بیانات خود قید نموده است که بنابر کارهای در بالا ذکر شده رادیو آزادی تفتیش فعالیت نمایندگیش را در تاجیکستان آغاز نمود. اینچنین مأموریت رادیو آزادی برای گذرانیدن تفتیش متنهای چاپ شده اکسپرتیز داخلی مستقل را سپارش نمود. سنه 26 مارت مؤلفی سامانه اینترنتی یورازیان نت آرگ پیتر لیونارد تفتیش خود را ایدی فعالیت رادیو آزادی نشر نموده است. با کارمندان سابق و حاضره رادیو آزادی اینچنین با رهبریت آن نیز هم صحبت شده است. به عقیده لیونارد محررهای کلانی آزادی که در شهر پراگ هستند از موضوع ها و مقاله هایی که حکومت تاجیکستان را تنقید می کند کنار جویی می نمودند. اینچنین سنه 28 مارت در سامانه اوپن دموکراسی نت مقاله نشر گردید است که در آن 22 آلمانی دانشگاه های اروپایی و آمریکایی آیدی یک طرفه بودنی آزادی نسبت لیدران مخالفین تاجیک و پنهان نمودنی حقیقتی کارهای شده استاده در کشور گفته می شود. میگیم این 60 سال 50 سال امر ببینیم ببینیم ای خیلی کارمون اخنه کی ببینی کار ببینیم. سنه 27 مارت در نزد بینای سفارت روسیه در شهر بیشکک در عرفه تشریف پوتین به قرغیزستان از جانبی خدمات های حفظ حقوق دو نفر فعالان دستگیر شدند که بر ضد سیاست رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نمایش اعتراضی تشکیل نمودند. ساکن محلی نورلان کریم شاکوف یک جای با همسرش دستگیر شدند. آنها در نزد بینای سفارت روسیه با شعارهای پوتین تجاوزکار، ضبط کننده، قاتل
و پایگاه نظامی به ما لازم نیست نمایش اعتراضی نشان دادند. پس از دستگیر شوی نورلان نسبت به پرونده جنایی با عیب دعوت نمودن به خصومت ملی اعلان گردید. خدمات حفظ حقوق پس از خلاصه متخصصان قرار برآورد که نوشتجات ها به خصومت ملی دعوت می نماید و نسبت کریم شکاف پرونده جنایی طبق ماده برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، قومی، دینی و یا بین منطقوی عیب اعلان گردید. ابراز نمود حمایتگری حقوق ریتا کراسارتوا با خبرنگاران نستایشی وریمیا. برای شرح حادثه مذکور خبرنگاری خبرها به واسطه به اشتراکچی نمایش اعتراضی نورلان کریم شکاف مراجعه نمود. حادثه های 5-6 سال آخر از سال 2008 شروع کرده و ما نشان می دهد که سیاست پوتین سیاست تجاوزکارانه می باشد. در پلاکت نوشته جاتی نیست با تورپیدوها و بمبه های پوتین در استقلال. ولایت استقلال منطقه ما می باشد. همسرم و من در آنجا تولد شده ایم. ما در آنجا منطقه کلان را دیده ایم که با سیمخار پیچانیده شده است. در آنجا نزدیکان ما زندگی بسر می برند و یک چند مراتبه بی‌ضابطگی خود را عاید گذرانیدن سنجش موشک ها و سلاح های نظامی گوناگون اظهار نمودند.